دوباره دوستان عزیز، من حسن توسلی هستم و امروز جلسه 25 درس هامون هست در الهیات مسیحی. دارم از کتابی استفاده میکنم به نام حقایق اساسی ایمان مسیحی، تیتر انگلیسیش هست Essential Truths of the Christian Faith. درس هاییست بسیار مختصر مفید درباره اصول کلیدی تعالیم مسیحی. حالا شاید شما به من بگید سازان جان اینا اینقدر مختصر مفید نیست با این پر حرفی تو، ولی باور کنید هنوز خیلی سریع داریم از موضوع رد میشیم و خیلی عمیق وارد بحثا نمیشیم. اینا درسایی که هدفمون تعلیم الهیات مسیحی هست برای عزیزانی که تازه به مسیح ایمان آوردن یا تازه میخوان آشنا بشن با الهیات مسیحی. نویسنده این کتاب آر سی سپرول یک از معلمای سابق بنده بود و خوبی این کتاب این هستش که هر فصلی رو، هر موضوعی رو در یه فصل 2-3 صفحه‌ای نویسنده برای ماها باز میکنه و توضیح میده. متن فارسی این کتابم به طور رایگان قابل دسترسیه توی سایت های مختلف مسیحی در اینترنت و امیدوارم که تعالیم من و متن این کتاب مکمل همدیگه باشن برای باز کردن این موضوع برای شما عزیزان که دارید این برنامه ها رو دنبال میکنید. امروز وارد فصل 50 و 51 این کتاب شدیم. توی مبحث انسان شناسی هستیم. صحبت کردیم در هفته‌های گذشته خدا انسان رو خلق میکنه، در شباهت خودش خلق میکنه، به این خاطر ما میتونیم ایمان داشته باشیم که انسان زندگیش معنی و هدف داره، ما هویت داریم، ما مخلوقان منحصر به فرد این خدا هستیم و هدف خدا از این خلقت چیه و رابطه‌ای که میخواد با ما داشته باشه. و حالا ولی توی صحبت انسان شناسی وارد موضوع گناه میخوایم بشیم امروز، چون میدونیم چه بخوایم با کتاب مقدس آشنا باشیم چه نباشیم، میدونیم که دیگه اون رابطه اولی که خدا با آدم در باغ عدن داشت، من و تو زندگی با خدا اون رابطه رو نداریم، اون نوع زندگی رو دیگه من و تو نداریم. ما خارج از باغ عدن داریم زندگی میکنیم، ما خارج از، ما توی دنیایی هستیم که توش پر از خار و مرگ و درده و کتاب مقدس اینجا تأکید میکنه دلیل این دنیایی که توش هستیم برمیگرده به خاطر گناه ما، گناه اولیه انسان و گناه ما. پس موضوع فصل 50 موضوع گناه و 51 گناه اولیه هست که داریم از این کتاب استفاده میکنیم. وقتی که صحبت گناه رو ما میکنیم توی زبون فارسی، شاید خیلی وقتا یا حتی انگلیسی میگیم سین و به فارسی خیلی وقتا میگیم گناه، و ولی صحبتی که میخوام اینجا شروع بکنیم با هم دیگه اینه که در کتاب مقدس، چه در متن عبری چه در متن یونانی، کلمات مختلفی استفاده شده برای ابعاد مختلف گناه. یعنی فقط یک کلمه نیست، موضوع گناه با یک کلمه مطرح نمیشه، کلمات مختلف ابعاد مختلف گناه رو برای ما باز میکنن. یکی از کلیدی ترین کلماتی که برای گناه استفاده میشه تو کتاب مقدس کلمه خطا هست. کلمه خطا، کلمه ای که منظور به هدف نزدن استفاده میشه. خیلی وقتا یه دایره هست که مثلا توش با تیر کمون شما میخوای به این دایره بزنی و وقتی که توی هدف نمیزنی به این میگیم خطا کردن، تو هدف نزدن، به مارک نزدن. و این یکی از کلمه‌های اصلی برای گناه هست تو کتاب مقدس. همین منظور هست که وقتی پولس تو رومیان فصل 3 آیه 23 پولس می نویسه که زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند. ترجمه قدیمی میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. خدا عزیزان یک استاندارد قدوسیت داره و من و تو نتونستیم به هدف بزنیم، نتونستیم برسیم به اون معیار، به اون استاندارد قدوسیت خدا، استانداردی که بر طبق شخصیت مقدس خودشه. یکی از موضوعای اصلی کتاب مقدس اینه که خدا بر طبق شخصیتش یک معیاری داره، یک قوانینی داره، یک شریعتی داره و من و تو دائم کوتاه اومدیم و به هدف نزدیم، به اون مقصد نرسیدیم. نویسنده ادامه میده میگه که این که میگوییم هیچ کس کامل نیست یا بشر جایز الخطاست
فقط برای این است که به فراگیر بودن گناه اعتراف کرده باشیم. همه ما گناهکارانی هستیم، گناهکارانی محتاج نجات هستیم. همه ما گناهکارانی هستیم که نیاز به نجات خدا داریم. گناه اینطوری تعریف میشه خیلی وقتا توی الهیات مسیحی، البته من این رو زیاد مطرح نکردم، بعضی وقتا مترجم عزیزمون یه مقدار درست یا دقیق ترجمه نکرده یه سری نکات رو توی این کتاب، ولی در تعریف گناه گفتند، اینجا مترجم گفته هر گونه نیاز، اینجا کلمش نیاز نیست، هر گونه کمبوده، کلمش نه نیاز یا عدم، هر گونه عدم تطبیق با یکی از احکام خدا یا تجاوز از هر یک از آنها که به عنوان قاعده برای مخلوق معقول صادر شده است. حالا فارسی اینو بذار من ساده تر خودم بگم، گناه یعنی هر نوع کمبودی با تطبیق نداشتن یا هر نوع تجاوز کردن از حدود قوانین خدا، قوانینی که خدا به یک مخلوق عاقل داده. یعنی چی؟ یعنی اینجا گناه دو بعد، گناه هم نزدن به مارکه، هم خطا کردنه، هم نرسیدن به هدفه، و هم تجاوز کردن از حد و حدود. نه فقط خیلی وقتا من و تو به هدف نمیزنیم، خیلی وقتا من و تو از خط خارج میشیم، من و تو از حدی که خدا برامون گذاشته خارج میشیم، تجاوز میکنیم به اون حدود، به اون قوانی. پس گناه، این دوتا از کلمات به انگلیسی میگیم transgression، یک کلمه تجاوز رو، نه تجاوز جنسی، یعنی رفتن بیرون از یه خط. و پس ابعاد مختلف گناه این هست. سه تا بُعد در الهیات مسیحی، وقتی داریم مسئله گناه رو باز می‌کنیم، سه تا بُعد در این هست. یکی این گناه، وقتی که ما این کلمه، همین خطا یا نرسیدن به هدف رو می‌خوام باز بکنم، ما گناه می‌کنیم وقتی یه سری قوانین یا کارهایی که خدا از ما می‌خواد رو انجام نمی‌دیم. پس انجام ندادن قوانین خدا گناهه. وقتی که من و تو بر طبق قوانین مقدس خدا زندگی نمی کنیم، گناه کردیم. این یک بُعد از گناهه، نکردن کارهایی که باید انجام بدیم. یه بُعد دیگه از گناه وقتی اینه که از اون خط و حدمون تجاوز می کنیم و بیرون میریم، کارهایی رو که نباید بکنیم رو انجام میدیم. پس بُعد اول گناه، کارهایی رو که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم، بعد یه سری کارهایی رو که باید انجام بدیم رو انجام ندیم رو انجام میدیم. هم یه بُعد منفی داره، هم یک بُعد عملی خودمون. و بعد نکته سوم این هستش که گناه عملیه که یک مخلوقی میتونه انجام بده که با عقل آفریده شده، اراده داره، آزادی داره، و با آزادی و عقل و اراده خودش تصمیم میگیره که طغیان کنه بر ضد خدا. اینا ابعاد مختلف گناه هست در دیدگاه الهیات پروتستان مسیحی. حالا نویسنده وارد موضوعی میشه که من نمیخوام حالا زیاد واردش بشم. اون این هستش که الهیات پروتستان، الهیات کلاسیک کاتولیک مطرح میکرد دو نوع گناه. گناه کبیره، تقریبا تو ایران خودمون هم داریم از این حرفا، گناه کبیره و صغیره و این حرفا. الهیات کاتولیک میگفت گناهی هست که باعث مرگ روحانی میشه، گناهی هست که فیض خدا رو در زندگی ما از بین میبره، و گناهای کوچکتری هست که میشه از طریق توبه باشون روبرو شد. الهیات پروتستان این مرزبندی رو در گناه قبول نداره. اونطوری که ما کتاب مقدس رو میفهمیم، هر گناهی زیر پا گذاشتن احکام خداست. گناه کبیر و صغیر ما نداریم در الهیات مسیحیمون. و نویسنده اشاره میکنه به جان کالوین، الهیدان مشهور قرن 16. میگه جان کالوین گفته است که در برابر خدا هر گناهی به لحاظ اینکه موجب مرگ انسان میشود همان گناه کبیره است، هر گناهی، اما به لحاظ اینکه گناهی بتواند عادل شمرده شدن ما به وسیله ایمان را از بین ببرد، هیچ گناهی کبیره یا کشنده نیست. حالا منظور اینه که گناه ما کاتگوری‌های مختلف نداریم برای گناه. هر گناهی، حتی یک گناه، باعث مرگ روحانیه، و
ولی هیچ گناهی نیست که من و تو بتونیم انجام بدیم که نجاتمون از دست بدیم، محبت خدا رو در ما از بین ببریم. همیشه بخشش خدا بزرگتر از گناه ماست، ولی در عین حال هم نباید گناه رو بیخیالی بگیریم. کوچکترین گناه باعث مرگ روحانیه و بزرگترین گناه قوی‌تر از بخشش خدا نیست، بالاتر از بخشش خدا نیست. این موضوع هست. یعنی هر گناه کوچیکی برای خدا نفرت انگیزه و بزرگترین گناه هم نمیتونه عشق خدا رو نسبت به ما فرزندانش از بین ببره. این صحبتیه که داریم اینطوری بهش اشاره میکنیم. و بعد آرسی ادامه میده صحبت رو، میگه پروتستان ها بر این باورند که همه گناهان جدی محسوب میشوند و حتی کوچکترین گناه اقدامی یاغیگرانه علیه خداست. هر گناهی اقدامی از نوع خیانت کیهانی است، تلاشی بیهوده برای به زیر انداختن خدا از اقتدار و اختیار ملوکانه اوست. حالا انگلیسیش خیلی آرسی جالب میگه، میگه که هر گناهی خیانت کیهانی، که میگه کازمیک تریزن میگه انگلیسیش، هر گناهی یک خیانته، یک طغیانه، یک یاغیگریه، یک خنجر زدن به پشت، به قلب پدر آسمانی ماست. هر گناهی. ببین چقدر کتاب مقدس گناه رو جدی میگیره، ولی در این حال کتاب مقدس میگه که در مقایسه با گناه ما فیض خداست که مثل یک اقیانوس آبه که میتونه گل قلب ما رو بشوره و از بین ببره و تمیز بکنه ما رو. پس گناه، دوباره اگه بخوام خلاصه بکنم صحبتمونو، گناه یعنی نزدن به هدف، کم آوردن از استاندارد خدا، و گناه یعنی بیرون رفتن از حد و استاندارد خدا، استانداردی که بر طبق شخصیت پاک خود خداست و خدا به ما نشون داده و مکشوف کرده. و در این حال هر گناهی جدی هستش. و بعد البته آرسی هم اشاره میکنه که کتاب مقدس میگه که درسته که هر گناهی خیانت به خداست، هر گناهی خدا ازش متنفره، ولی کتاب مقدس برخی گناهان را در قالب گناهانی بقیه ذکر میکنه، در قالب گناهانی شدیدتر. شرارت درجاتی دارد، حتی اگر به این مفهوم باشد که در پیشگاه عدالت خدا درجاتی از مجازات تعیین گردد. یا بعد اشاره میکنه مثلا خود عیسی مسیح فریسیان رو توبیخ میکنه که کارهای مهم دستور خدا رو انجام نمیدن، کارهایی که کمتر اهمیت داره رو خیلی بهش گیر میدن. مثلا توی انجیل متا فصل 11 میخونیم همچین چیزی رو. یا پولس یا یعقوب اشاره میکنه به اینکه درجات جرم در حضور خدا میتونه سنگین تر باشه، درجات مجازات در حضور خدا فرق داره، ولی گناه گناه عزیزان. کتاب مقدس گناه را جدی میگیرد، چرا که گناه جدن خدا و انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد. هنگامی که علیه خدا گناه میکنیم، حرمت تقدس او را نگاه نمیداریم. وقتی که به ضد همسایه خود گناه میورزیم، حرمت انسانیت او را حفظ نمیکنیم. از یه طرف کوچکترین گناه شکستن تمام احکام خداست، با از یه طرف دیگه افرادی هستن که شرارتشون خیلی بیشتر ضربه میزنه به همسایه هاشون، به انسانهای دیگه، در به شخصیت خودشون. پس این نیستش که فکر کنی که خب من یه گناه کردم پس دیگه بقیهش هم میکنم بیخیال، واسه خدا فرقی نداره، همش یکسانه. نه، هر گناهی یک توهین به خدا، ولی افراد میتونن در بیشتر غرق بشن در گناه و در اون زندگی گناه آلود. میخوام یه مثالی بیارم از یکی از نوشته های دیگه این نویسنده آرسی سپرول. یک کتابی داره به نام خدای قدوس، The Holiness of God، یا قدوسیت خدا، ببخشید قدوسیت خدا. و تو اون که تو این کتاب نیست این موضوع، از اون یکی کتابش دارم اشاره میکنم، اشاره میکنه به داستانی از مارتین لوتر. مارتین لوتر یک راهب کاتولیک بود و قانون خونده بود، میدونست که قانون چیه، هویت قانون چیه، اساس قانون چیه، مجازات شکستن قانون چیه. و توی این راهب خونه مارتین لوتر روبرو شد، یه راهب میگم کاتولیکی بود که زندگی میکرد با راهبای دیگه، و
مارتین لوتر روبرو شد وقتی که تفکر کرد، وقتی که تأمل کرد درباره قدوسیت خدا، درباره عدالت خدا. لوتر روبرو شد با گناهکار بودن خودش، با گناهکار بودن ذات انسان. و مارتین لوتر روزی 3-4 ساعت اعتراف گناه میکرد به یه پدر روحانی. گناهان روزی گذشته شد، یعنی هر روز این شخصی که توی رایقونه زندگی میکرد، یعنی آدمش چیزی نبود، آدمی بره بیرون و نمیدونم آدم بکشه و مس کنه و شارلاتان بازی در بیاره، نه یه راهب بود. ولی هر روز این راهب 3-4 ساعت اعتراف گناه روز گذشتهشو به پدر روحانیش میکرد. پدر روحانیش یه مقدار کلافه شد از دست مارتین لوتر، فکر کرد این تنبله، نمیخواد بره تو مزرعه کار کنه. گفت بابا لوتر برو یک گناه درست حسابی بکن اگه میخوای بیای اعتراف کنی. تو چی اعترافات چیه؟ این کارا چیه که تو دارید اعتراف؟ اینا گناه نیست، اینا جدی نیست اصلا این کارایی که تو داری اعتراف میکنی. ولی آرسی اشاره میکنه تو اون کتابش که نه، لوتر درک کرده بود که گناه چیه و گناه چقدر نفرت آمیزه در حضور خدا و چقدر سنگینه در حضور خدا. لوتر به این نتیجه رسید در افکار خودش که هرچی دستور خدا مهمتر باشه، شکستن اون دستور، زیر پا گذاشتن اون دستور گناه بزرگتری. هرچی دستور کوچکتری باشه، شکستنش هم کمتر مجازات داره. هرچی دستور جدیتر باشه، مهمتر باشه، شکستنش هم مهمتر و جدیتره در مجازاتش، در سنگینیش. حالا لوتر پیش خودش گفت بزرگترین دستور چیه؟ خیلی وقتا ما وقتی صحبت گناه رو میکنیم و خصوص جامعه ایرانی خودمون، خیلی میگن من گناهکار نیستم، من نه مال کسی رو خوردم، نه دروغ گفتم، نه دزدی کردم، نه زنا کردم، من آدم خوبیم، من آدم پاکیم، من آدم با تقواییم، من آدم متدینیم، من گناهکار نیستم. ولی مارتین لوتر پیش خودش به این نتیجه رسید، گفت بزرگترین گناه چیه؟ بزرگترین گناه قتل کردن نیست، بزرگترین گناه زنا کردن نیست، بزرگترین گناه دزدی کردن نیست، بزرگترین گناه انسان شکستن بزرگترین فرمان و دستور خداست. حالا بزرگترین دستور خدا چیه؟ تو کتاب مقدس بارها و بارها عیسی مسیح به ما میگه بزرگترین حکم خدا اینه که ما با تمام فکر و دل و جان و قوتمون خدا رو دوست داشته باشیم، و بعد دستور دوم همسایه خود رو مثل خیشتن محبت کن. بزرگترین دستورات خدا بر طبق تعالیم مسیح، که تعالیمش هم برمیگرده به خود عهد عتیق، خدا رو با تمام دل و جان و فکر و قوتت عشق ببرز و همسایه رو مثل خودت دوست داشته باش. لوتر پیش خودش گفت اگر این بزرگترین دستور خداست، من هر روز دارم بزرگترین دستور خدا رو زیر پا میشکنم، دارم خطا میکنم، دارم به هدف نمیزنم، دارم کوتاه میام از بزرگترین دستور خدا، چون روزی نیست که من با 100% دل و فکر و قوت و وجودم خدا رو دوست داشته باشم یا همسایه خود رو مثل خودم محبت کنم. پس عزیزان، وقتی صحبت گناه رو میکنیم در الهیات مسیحی، منظور نیستش که وقتی میگیم انسان گناهکاره، یعنی انسان همه انسان‌ها زناکارن، همه قاتلن، همه دزدن، همه شارلاتانن، همه دروغگوان. نه، صحبت این حرفا نیست. صحبت اینه که هممون از اون استاندارد 100% پاک و کامل خدا محرومیم، کوتاه اومدیم، چون دستور خدا اینه که خدا رو با تمام وجودمون عشق ببرزیم بهش. و روزی نیست که من و تو بتونیم به طور کامل دستور خدا را اطاعت کنیم. همیشه کم میاریم توی استاندارد خدا. برای همینه که الهیات مسیح میگه من و تو گناهکاریم و من و تو نیاز داریم به بخشش، به نجاتمون از طریق عیسی مسیح. حالا صحبت اینجا اینطوری ادامه پیدا میکنه که خب چرا ما گناه میکنیم؟ چرا کم میاریم؟ چرا یاغی هستیم؟ چرا طغیان میکنیم؟ چرا خیانت میکنیم به دستورات خدا؟ اینجاست که دوباره کتاب مقدس ما رو برمیگردونه به باغ عدن، به داستان آدم و حوا، که بهش میگیم، فارسیش نوشته گناه اصلی، ولی گناه اصلی نیست، گناه اولیه بهش میگیم، اوریجینال سین. و اون این هست که من و تو فرزندان انسان اولیه هستیم که از خدا فراری شد. خدا انسان رو نیکو، خدا انسان رو پاک خلق کرد، خدا انسان رو خلق کرد برای یک رابطه دوستی، عاشقانه و مشارکت.
انسان پشتش رو میکنه به خدا و فرار میکنه از خدا. واقعیت این اصل ایمان مسیحی، این گناه اولیه که خیلی از ادیان با این تعلیم مسیحیت مشکل دارن، خیلی از افراد میگن که مردم ذاتن خوبن، خیلی حتی تو خود آمریکا هم خیلی میگن هر بچه‌ای به دنیا میاد چقدر نازه، چقدر مامانیه، مردم همه خوبن در ذات. و خیلی از ادیان هم اینو میگن که انسان‌ها همه خوب و پاک به دنیا میان و خلق میشن. و ولی واقعیت اینه که آرسیال اینطوری میگه، میگه که کسی هم نیست که بپرسد به افرادی که میگن همه انسان‌ها ذاتن خوبن، آدم بپرسه که اگر مردم به نیکویی تمایل دارند پس چرا گناه بدینسان جهان شمول است؟ یعنی آقا اگر انسان‌ها همه پاک به دنیا میان، چرا ما میگیم میبینیم که هیچ کسی پاک و بیگناه بزرگ نمیشه؟ چرا هممون میدونیم که کوتاه اومدیم از استاندارد خدا، خطا کردیم، از حد خودمون خارج شدیم در اطاعت از خدا؟ چرا این واقعیت و تجربه رو هممون تو وجدان خودمون، تو قلب خودمون حس میکنیم؟ حالا شاید یکی بگه که نه، همه خوب به دنیا اومدیم، همه پاک به دنیا اومدیم، همه با یک فطرت کامل و خوب به دنیا اومدیم، ولی جامعه است که ما رو خراب میکنه، جامعه است که تأثیر منفی رو ما میذاره. ولی جامعه رو کی تشکیل داده؟ ما انسان ها تشکیل دادیم. و اگر از نظر منطقی آدم فکر کنه که اگر 100% انسان ها 100% بچه هایی که به دنیا میان پاک به دنیا میان، آیا نه باید درصدی از اونا بیگناه باشن، درصدی از اونا پاک بزرگ بشن؟ پس وقتی میبینیم که همه تو زندگیمون داغونیم، مشکل داریم، هممون بارها میدونیم که فرامین خدا رو زیر پا گذاشتیم، میدونیم که خدا رو با تمام دل و وجودمون محبت نکردیم، همسایه‌مون رو مثل خودمون محبت نکردیم، پس این از کجا اومده؟ این کمبود، این خطا، این گناه، این طغیان از کجا اومده؟ کتاب مقدس میگه این برمیگرده به گناه اولیه، این برمیگرده به طغیان انسان‌ها در باغ عدن. یادم سالیان پیش داشتم یه متن رو میخوندم از دکتر سروش و ایشون هم به این نتیجه رسیده بود تو صحبتاش که وقتی که ما درسته که هی تاکید میکنیم آدم ها باید خوب باشن، آدم ها باید پاک باشن، ولی وقتی نگاه میکنیم به تاریخ بشر میبینیم که توش پر از خودخواهیه، توش پر از مرگه، توش پر از شرارته، توش پر از بدیه. و اینا کارهایی که خود ما کردیم، کسی ما رو مجبور نکرده این اعمال رو بکنیم، خود ما داوطلبی با اراده خودمون این گناه ها رو از خودمون نشون دادیم. پس باید قبول کنیم، اگر واقع بینانه به تاریخ نگاه کنیم، اگر واقع بینانه به قلب های خودمون نگاه کنیم، باید قبول بکنیم که ما انسان ها هممون وضعمون خرابه، هممون انگار که از مثل یه سرطان از درونمون این گناه خودش رو با اعمالمون نشون میده. هیچ جامعه ای نیست که بگه که ما به این درجه رسیدیم که دیگه در ما، توی گروه ما گناهی نیست، تو گروه ما دیگه کسی خطا نمی کنه، دیگه کسی کمبود در روابط یا در اعمالش نداره. نه، همه ما انسان ها اینو قبول داریم که میگیم هم حتی استراش انسان جایز الخطا است. خب هیچ کس کامل نیست، خب همه اشتباه میکنن. این از کجا اومده؟ از اینکه هممون وضعمون خرابه و از جلال خدا محرومیم. کتاب مقدس و تعالیم خود مسیح میگه درخت خوب میوه خوب میاره، درخت بد میوه بد میاره. پس اعمال گناه آلودمون به ما نشون میده که ریشه خرابه، قلب خرابه، از درون ما مشکل داریم. و اینجاست که کتاب مقدس میگه که این مشکل به این خاطره که از اول، اولین نماینده ما انسانها، اولین پدر و مادر ما انسانها خراب کردن و زیر پا گذاشتن دستورات خدا رو. کتاب مقدس اشاره میکنه به سقوط انسان، یک اصطلاحی هست میگیم سقوط انسان، یعنی انسان سقوط کرد از اون مرحله بیگناهی، از اون درجه پاکی، از اون رابطه شفاف با خدا و خالقش. انسان افتاد، انسان سقوط کرد، انسان از باغ عدن بیرون شد. سقوط انسان وارد، حالا دیدگاه های مختلفی هست در الهیات مسیحی درباره چگونگی این سقوط، آرسی هم این رو میگه، ولی میگه که به طور کلی الهیات مسیحی میگه که والدین ما در خوردن میوه ممنوعه با حیله‌گری و وسوسه شیطان فریفته شدند و گناه کردند. البته خدا، این کار برای خدا عزیزان سرپرایز نبود، گناه انسان،
خدا استفاده میکنه حتی از گناه انسان بر طبق نقشه پاک و حکیمانه خودش که نقشه نجاتش رو برای من و تو به تحقق بیاره. دوتا آرسی اینطوری صحبت رو ادامه میده. پیامدهای آن گناه، گناه آدم و حوا، بسیار فراتر از آدم و حوا بود. نتایج سقوط آن دو نه تنها گریبان نوع بشر را گرفت، بلکه بلای جان همه بنی آدم شد. همه ما در آدم گناهکار هستیم. نمیتوانیم بپرسیم که انسان از چه موقع تبدیل به گناهکار می شود، زیرا حقیقت این است که انسانها در حالتی از گناهکاری پا به عرصه وجود میگذارند. انسانها به خاطر اشتراکاتی که با آدم دارند، انسان اولیه، در نظر خدا گناهکار هستند. و بعد به اعتقادنامه وستمینستر اشاره میکنه نویسنده، میگه که آدمیان به واسطه این گناه از عدالت اصلی خیش و مشارکت با خدا ساقط شدند و بدین ترتیب در گناه مردند و در همه بخشا و توانایی های جان و تن سراپا آلوده شدند. درباره این هفته بعد صحبت خواهیم کرد که این آلودگی یعنی چی. از آنجا که تمام نوع بشر از آدم و حوا نشأت گرفتند، جریمه آن گناه یعنی مردن در گناه و طبیعت تباه بر تمام نسل هایی که متولد شدند از آدم و حوا ناشی می شوند. تمام گناهان و خطایای ما از این تباهی اصلی سرچشمه می گیرند که ما را شدیداً بلا تکلیف، ناتوان، مخالف هر نیکویی و سراسر متمایل به همه شرارت ها می کند. منظور این از این متن عزیزان که چون انسان اول افتاد، چون انسان اول رابطش با خدا نابود شد، چون انسان اول از باغ عدن بیرون شد، چون انسان اول به خاطر گناه و طغیان خودش زیر محکومیت و داوری خدا اومد، همه ما فرزندان همون انسان اول هستیم و همه ما بیرون از عدن به دنیا اومدیم در زیر اون داوری و محکومیت و در یک رابطه شکسته شده با خدا، با پدر آسمانی، که به این کتاب مقدس میگه مرگ روحانی. ما در مرگ روحانی عزیزان به دنیا اومدیم. چرا؟ چون ذات گناه آلود در همه انسان‌ها هست و تو این در رابطه مرگ به دنیا اومدیم، در این رابطه دوری از خدا. افسسیان فصل 2 رو میخونم از آیه 1. و اما شما به سبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مرده بودید و زمانی در آنها گام می‌زدید، آنگاه که از روش‌های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، از همان روحی که هم اکنون در سرکشان عمل می‌کند. ما نیز، پولس داره به یهودیا و غیر یهودیا میگه، ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می‌زیستیم و از هوای نفس خود پیروی می‌کردیم و خواسته‌ها و افکار آن را به جا می‌آوردیم. ما نیز همچون دیگران بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم. بنا به طبیعت خود، طبیعت سقوط کرده گناه آلود انسان، ما زیر محکومیت و غضب خدا بودیم. بعد آیه 4 که حالا خارج از بحث ماست، اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس کتاب مقدس میگه گناه من و تو باعث مرگ روحانی ما شد. ما از نظر روحانی مرده بودیم. یعنی چی؟ از نظر روحانی از خدا دور بودیم، رابطه نداشتیم، زیر داوری و محکومیت اون بودیم. که این اتفاق برای من و تو میفته از موقعی که من و تو حتی به دنیا میاییم، این ذات گناه‌آلود مثل سرطان در من و تو هست. و اگر من و تو صادقانه به قلب و زندگی خودمون نگاه کنیم و به افراد دور و برمون، این حقیقت رو باید قبول کنیم که هیچ انسانی کامل و پاک نیست. هیچ انسانی بدون خطا نیست. هیچ انسانی کاملا مقدس نیست. هیچ انسانی خدا رو با تمام دل و جان و فکر و قوتش محبت نمی کنه و همسایه خودش رو مثل خودش دوست نداره. پس همه اینا نشون میده حقیقت کتاب مقدس رو که من و تو گناهکار به دنیا میاییم. و با این تموم میکنم. گناهکار بودن ما به این خاطر نیست که مرتکب گناه میشویم، بلکه چون گناهکار هستیم مرتکب گناه میشویم. خیلی توجه کنید. گناهکار بودن ما به این خاطر نیست که ما گناه
از اول میگم گناهکار بودن ما به این خاطر نیست که مرتکب گناه میشویم. اول گناه میکنیم بعد خدا میگه پس گناهکاری، نه، بلکه چون گناهکار هستیم مرتکب گناه میشویم. چون با ذات گناه آلود من و تو به دنیا اومدیم، این ذات، این ریشه خودش رو با این ثمره و میوه های گناه آلود نشون میده. داوود نبی مزمور 51 اینطوری مینویسه، مزمور 51 آیه 5 رو میخونم. داوود نبی: من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم، از همان لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادرم بسته شد به گناه آلوده بودم. داوود نبی این رو می‌نویسه. وضع ما خرابه، چون گناه مثل یک سرطان در وجود ما هست به خاطر نتیجه کار آدم و حوا. گناه اولیه یا گناه اولیه که اشاره می‌کنیم، منظور نتیجه کار آدم و حواست. به خاطر کار اولین نماینده ما انسان‌ها، ما تو این محکومیت، تو این مرگ به دنیا میاییم و بعد این ذات گناه آلود خودش رو با اعمالمون نشون میده. به این دلیله که چقدر تأکید هست در ایمان مسیحی که ما نیاز داریم به یک نجات دهنده، به یک نجات دهنده خارج از ما که بیاد ما رو بکشه بیرون از این مرگ. با پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، این قلب پر از سرطان گناه خودش رو اتوماتیکوار نمیتونه پاک کنه. با نصیحت این قلب پاک نمیشه. با اعمال خوب من این قلب پاک نمیشه. این قلب نیاز به یک جراح داره که بیاد و یک قلب جدید به من و تو بده. مرسی برای صبرتون تو این جلسه. میدونم از وقتمون یه مقدار گذشتیم و طولانی تر شد، ولی موضوع مهمی بود که میخواستم تو این جلسه با هم دیگه باز کنیم. صحبتمون رو درباره گناه در هفته آینده ادامه میدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.